درود فراوان خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه میهمان این قسمت از برنامه معلف، ردیفتان، آهنگساز و نوازنده برجسته ساز بربت استاد حسین بهروزینی هستند. استاد بسیار خوش آمدید به برنامه من خوشحالم که مهمان برنامه شما هستم بسیار خوشحال تشکر می کنم که علا رقم مشخله های روزمره و ترافیک کاری وقت گذاشتید و تشریف بردید بسیار ممنونم از شما دسته. آقای بروز نیا اجازه میخوام در ابتدای برنامه به رسم معمول یک گذری به گذاشته بزنیم به نه سالگی شما ورود به هنرستان در واقع شروع موسیقی انتخاب سازتار زیر نظر آقای رضا وحدانی هفت سال بعد انتخاب در واقع باید ساز دومی انتخاب می کردید شما علاقهمند به ساز اود شدید و وارد کلاس های استاد منصور نریما شدید بله خب من تا کلاس سوم ابتدایی رو در یک مدرسه در جنوب شهر تهران در واقع تحصیل می کردم خواهر بزرگتری داشتم که البته الان فوت شد ممنون ایشون در هنرستان موسیقی تحصیل میکردن اون زمان هنرستان موسیقی مختلط بود و دختر و پسر میتونستن در اون هنرستان تحصیل بکنن منم خیلی علاقه من شده بودم که به این هنرستان راه پیدا بکنم اتباقا همون سالی که من به کلاس چهارم می دبستان میرفتم تنها سالی بود که هنرستان از کلاس چهارم دبستان هنرجو میگرفت و خوشبختانه من راه پیدا کردم به هنرستان چون خیلی سنم کم بود ساز تار رو برام انتخاب کردن و اون زمان در هنرستان آقای هوشنگ ظریف مرحوم هوشنگ ظریف و مرحوم رضا بوهدانی تدریس میکردن به هنرجوها من هنرجو رضا بوهدانی شدم و شروع کردم به یادگیری تار هفت سال همونطور که گفتید تار رو یاد گرفتم از اونجا که بچه های هنرستان هر کدوم باید ساز دومی هم یاد می به عنوان سازی که یک دوره کوتاهی رو میتونستن یاد بگیرن و نمرش رو بگیرن و دوباره ساز خودشون رو ادامه بدن بقیقا بله به صورت مختعی فقط بله ساز, ساز دوم بود هر کسی یه سازی رو انتخاب میکرد من هم ساز اود رو به واسطه این که خیلی شبیه تار بود انتخاب کردم و دیدم که راحت تر است برای من خب قبل از من هم کسانی بودن که در هنرستان یکی دو سال این سازیات می گرفتم و دیگه ترک میکردم رفتم کلاس استاد نریمان و شروع به یادگیری این ساز کردم از اونجا هم علاقه زیاد به استاد پیدا کردم هم به صدای این ساز وقتی که آقای نریمان تاریخچه این ساز رو برای من تعریف کردن که از ریشش از ایران بوده من فکر میکنم سنم سیزده چهارده سال بیشتر نبود اونجا تصمیم گرفتم که این ساز رو تخصصی کنم خب قبول نمی‌کردن کردن مسئولین هنرستان و می گفتن این ساز, ساز دوم هست نمیتونی شما این ساز به عنوان ساز رو اول انتخاب کنی. بالاخره با اصرار من و دیدن مقامات بالای اون موقع وزارت فرهنگ و هنر به من این اجازه رو دادن که این ساز رو به عنوان ساز تخصصی برای اولین بار در ایران یک نفر باشه که این ساز رو یاد میگیره خب تازه از اونجا به بعد کار من شروع شد کسی که هفت سال در هنرستان تار میزد و با نوتو و نتخانی و نوازندگی ساز آشنایی خوبی داشت با یه انرژی بالایی شروع کردم به یادگیری این ساز در واقع به نوعی تاب و هم شد در واقع اولین کسی بودین که ساز اود رو به عنوان ساز اول در هنرستان موسیقی انتخاب کرد بله همینطوره خب مطالبی که شروع کردیم با آقای نریمون یاد گرفتن تا دوره ای که من بعد از هنرستان فارغ و تحصیل می شدم. طول کشید چیزایی که بعد یاد می, می شدم. خیلی زحمت کشیدم برای من ولی بعد از اون که من از هنرستان فارغ و تحصیل شدم تازه متوجه شدم که مسیر طولانی باید برم اگه میخواستم این ساز رو که به صورت تخصصی ادامه داده بودم برم جلو باید دسترسی پیدا میکردم به تکنیک های ویژه این ساز خب تکنیک های این ساز رو باید از عرب ها بیشتر بله. میرفتم یاد میگرفتم ولی چون... از اونجایی که نمیخواستم شیوه عربی رو یاد بگیرم سعی کردم اصلا گوش نکنم چون میدونستم قطعا تاثیرگذار گذار خواهد بود همونطور که قبلی های من که اومده بودن این ساز رو یاد گرفته بودن اگر اجرای داشتن به طب از حالت های ملودی های عربی هم تو سازشون میتونید پیدا بکنید همون موقع من فکر کردم که شنیدن موسیقی عرب و گوش کردن به اون ممکنه در ذهن من جا بگیره و بعدها در نوازندگی من تأثیر گذار باشه خب پس من این بخش اصلی رو از دست باید می دادم و نگاهم رو به خود موسیقی خودمون میکردم خب شروع کردم هرچند در هنرستان از ردیف ها به خصوص تار نوازی بعد استفاده میشد سعی کردم اون ردیف ها رو دوباره پیگیری بکنم و ببینم با چه تکنیکی میتونیم روی این ساز پیاده بکنیم خب بعد از چند سال که الان انقلاب هم شده بود بعد از چند سال من به کلاسای محمد رضا لطفی را پیدا بله. کردم که خیلی برای من تاثیرگذار گذار بود وقتی که ردیف میرزا عبدالله رو هر سازی میتونست اجرا بکنه من هم با اود شروع کردم یاد بگیرم ایشون به من توصیه میکرد که باید با شخصیت این ساز بتونی ردیف رو بنوازی و اگه بس تار بزنی که خب همون تار هست خب من سعی کردم چیزی که ایشون میگفت رو بتونم عملیش بکنم پیاده و... سازی بکنی بله و خب از اونجا به بعدم سعی کردم که شیبه های ایرانی نوازی رو روی این ساز پیاده بکنم بسا کمی بیایم جلوتر در واقع از لحاظ سنی شما البته در حدود 16 یا 17 سالگی شما وارد مرکز حفظ و اشاره شدید و فکر کنم البته شما با گروه های بسیار متعددی همکاری داشتید ولی فکر کنم در اولین همکاریاتون در مرکز حفظ و اشاعه با گروه مولانا همکاری کردید البته گروه های دیگری هم بودند که زیر نظر مثلا آقای محمد علی کیانی نجار به نام فارابی ولی یک گروهی هم خودتون تشکیل دادید به نام گروه خالقی مهمت. که حدود چهار سال هم فعالیت کرد این مهمت. در واقع مرکزه میخواستم ببینم به عنوان یک نوجوان که در سن 16-17 سالگی وارده خب محیط مرکز حفظ و اشاره شده بود به عنوان محیطی که خب از لحاظ بار هنری و فرهنگی جای برجسته ای بود بالاخره مرجعی محسوب میشد چطور با این فضا روبرو شدید و در اونجا در واقع تونستید به فعالیت های خودتون ادامه بدید بله من 17 سالم بود که انقلاب شد و من همزمان تحصیل میکردم سال آخر هنرستان بودم اعلام کردن که در یک آزمون سراسری همه نوازندگان چه اونایی که قبل از انقلاب در رادیو بودن همه اخراج شده بودن یک در واقع آزمون سراسری اعلام کردن برای همه نوازندگان که بتونن دوباره راه پیدا بکنن به رادیو تلویزیون من هم شرکت کردم و در اون امتحان قبول شدم 17 سالم بود حتی یادمه که بعدش که میخواستم به من حقوق پرداخت بکنن من قانونی داشتن از نظر سنی ها به خاطر سقر سن بله بعد 18 سال به بالا بود ولی بالاخره راهی پیدا کردن رو پیدا کردم و من رو در اونجا در واقع به کار گرفتم. خوشبختانه افرادی که قبول می شدن در دو جای متفاوت شروع به فعالیت می کردن. یکی جایی بود که در میدان ارک بود و یه سری نوازندگان می رفتن به اونجا و ارکسترهای اونجا رو کمک می کردن. یه سری افراد رو هم که قبول شده بودن می به مرکز افسریشای های مستقی حالا بنا به تشخیص خود اون شورا افرادی رو که تشخیص می دادن که باید برن به مرکز افسریشای خودشون راهنمایی نمایی به اون قسمت جاله. که خوشبختانه من به اون قسمت رفتم و اونجا با افراد مثل محمد رضا لطفی دکتر صفت پرویز مشکاتیان و افراد دیگه که بودن مرحوم جنگوی با همه اینا من اونجا آشنایی پیدا کردم بله. و در اونجا خب گروهی که من در واقع اضافه شده بودم بهشون گروه مولانا بود که جلیل اندلیبی سرپرست گروه بود خب سن منم شاید جوانترین فرد در اون مرکز بودم حتی یادمه که یک اتاقی داشتیم به نام اتاق هنرمندان بالاش نوشته بود من اصلا وقتی کارم تموم میشد خب هنرمندان جمع میشدن در اونجا چای میخوردن حرف میدادن استراحت میکردن من روم نمیشد وارد این اتاق بشم یعنی خودم رو در اون جایگاه نمیدونستم که وارد اتاق هنرمندان بشم کارم که تموم میشد حتی اگه تشنم بود مثلا چایی میخواستم بخورم روم نمیشد در کنار این افراد بشینم مستقیم میرفتم خارج از مرکز میرفتم خونه کم, کم کم من تو اون مکان جا افتادم دوستان منو شناختن و جدای از اینکه با گروه مولانا که جلیل اندلیبی سرپرستی بود کار میکردن گروه های دیگه هم که اونجا بودن رفته رفته از من میخواستن که باشون با همکاری کنه در یه نوجوانی رو میدیدن که اومده با سن 16 سال مسلط به بله. ردیف خوب نوازندگی حالا نسبت به اون موقع که حالا دوستان بله. دیگه که این ساز رو اجرا میکردن یه خود یه تمایزی داشت نسبت به اونای دیگه و فعال بود و میدیدم که حتی مثلا گروه آقای کیانی نجات که گفتید فارابی که البته همسرشون خانم آبه قبلا بود میزدن از هنرجو هنرستان هم بودن به علت حالا گرفتاری که داشتن نتونستن بیان من با همزمان با گروه فارابی هم همکاری داشتم همکاری داشت. یه گروه دیگری بود در اونجا به نام درویش که آقای شفیان سفرستش بود با ایشون هم همکاری داشتم آقای بهمن رجبی بودن اگه خاطر آقای بهمن رجبی تو گروهی اونجوری بعد از انقلاب فعالیت نداشت در اونجا داشتن در می اومدن چون از قبل از انقلاب بودن در ده. اونجا بعد از انقلاب هم می اومدن ولی فعالیت, فعالیت در در گروهی محرم. نداشتن خب اونجا من با خانم پریسا آشنا شدم که از قبل از انقلاب بعد در مرکز بودن آقای جنکوک دوباره ایشونم یه گروهی تشکیل داده بودن با ایشونم هم همکاری میکردم شاید مثلا من با همزمان با پنج یا شش گروه یه دوره شده بود که همکاری میکردم رفته رفته بعد از یکی دو سال با موافقت دکتر صفت که در واقع هر, هر کسی رو راه نمیداد ایشون جا. خیلی حساس بودن و خب میدیدم منم فعال هستم من باشون صحبتی کردم که من در گوه هنرستان یک گروهی داشتم به نام خالقی که آقای سعید ثابت نوازنده سنتور بله. از هنرجی هنرستان بودن سنتور میزدن شاگردان آقای پایور بله دلنوازی بود تار میزد حسن زرگانی بود تار میزد این افرادی که در هنرستان بودن هرچند اینا بزرگتر از من هم بودن ولی من یک گروهی داشتم در هنرستان به نام خالقی خالقی چون مؤسس هنرستان موسیقی بود ما اسم خالقی رو رو اون گروه گذاشته بودیم و من صحبت کردم با دکتر سفر که اگه اجازه بدید این گروه بیاد در مرکز فعالیت فعالیت بکن. و ایشون هم موافقت کرد نمونه کار رو دیدن و موافقت کردن من این گروه رو در واقع منتقل کردم به مرکز افسته و چهار سال مداوم فعالیت, کرد. فعالیت کرد که بعدش دیگه دوستان هر کدوم به قسمت های کاری خودشون رفتن من هم وارد گروه های مختلفی شده بودم ولی چهار سال فعالیت خیلی خوب این گروه در اونجا داشت منم سرپرست اون گروه بودم ولی واقعا به نظر من تجربه شگرفی بوده واقعا در نوجوانی 16 17 ساله وارد مرکزیشون حفظای بشه و در چندین گروه همزمان فعالیت بکنه یعنی در نوع خودش فکر کنم منحصر به فرد برای ببه، یک ببه. موزیسی من همون سالهای اول هم تونستم با فعالیت که داشتم در واقع راه پیدا بکنم به شورای موسیقی رادیو اون اینکه خیلی سینم کم بود عضو شورای موسیقی شده بودم بعد خودم استفاده دادم دیگه کنار کنارگیری کردم در مرکز افسد شاهه جدا از اینکه با این گروه ها کار میکردم در واقع مدیر بخش آموزش شده بودم یک دوره مدیر تولید اونجا شده بودم یعنی کاری که زب میشد. شد مدیر تولید موسیقی شده بودم و سالهای آخری هم که در مرکز بودم قبل از مهاجرتم معاون مرکز افزای شای بودم بسیار عالی استاد میخوایم بپردازیم به دقدقمندی اصلی شما که در واقع ایرانی کردن اود یا بربت ایرانی و برگرداندن بربت به ریشه های اصلی ایرانی خودش بود من یک خواهشی داشتم از شما قبل از اینکه به این معقوله بپردازیم میخواستم خاطره بسیار شیرین شما که دیداری داشتید با آقای ابراهیم قنبری مهر و مقدمه هم اینه که شما یک سازی داشتید اود ساخته ای آقای نریمان آبنوسی مهمت. این ساز یک ایرادی پیدا میکنه و شما پس از رجوعهای فراوان به افراد مختلف بالاخره معرفی میشید به آقای ابراهیم قنبری مهر من خواهش میکنم ادامهش خودتون بگید میدونم در قبلا فرمودید ولی قطعا مطمئنم برای مخاطبا خاطره شیرین خواهد بود بله خب من یک ساز خیلی قدیمی از نریمان آبنوسی داشتم فکر میکنم مال 1334 باشه این ساز همین الان در موزه موسیقی تهران هست نگهداری میشه خب من خیلی کارارم با اون اجرا کرده بودم از جمله فکر میکنم آلبوم شب سکوت کبیر باشه که با اون ساز زده بودم و خیلی کارهای دیگه آلبوم کوهستان رو با یکی از سازهایی که زده بودم ساز اصلیم موساز بود و خیلی کارهای متفاوت دیگه این یک اشکالی توش تو این ساز به وجود اومده بود و من این نمیتونستم به دست هر کسی بسپارم خب تعریف استاد قنبری مهر رو که شنیده بودم از دوران هنرستان هم خیلی اسمشون رو شنیده بودم با کارهاشون آشنایی داشتم خودم ارتباطی نداشتم الان یادم نیست که از طریق چه کسی ولی یادم که بالاخره یک کسی منو معرفی کرد و آدرسی داد من رسیدم خدمت ایشون رو اه. گفتم که مشکل ساز من اینه ایشون هم ساز نگاه کرد گفت من حالا روش کار میکنم ببینیم چی کار میکنیم و وقتی که تو خونه نشسته بودم یک ساز متفاوتی نسبت به ساز خودم در گوشه دیوار دیدید که بله دیدم اونجا هست و پرسیدم استاد این چیه گفتن بروت قدیم ایرانه بعد من گفتم که پس این سازی که الان من دارم میزنم ایشیه. ما 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 داریم به این بیم میگیم که بربت میگیش بهش نگیم عود بگیم بربد ایشون گفتش که نه پسرم تو این عوده و بربد این سازی که اینجاست این یک نمونه است که من ساختم گفتم میتونم ببینمش گفتم بله شروع کردم یه خود بایس زدن دیگه شیفت ای این صدا این ساز شدم و اندازه و فکر کنم آقای قنبری مهرم توضیح دادن که عرب ها اومدن کاسه رو بزرگ کردن دسته بله. کودا پودا در حالی که بربت ایرانی کاسه کوچک کوچکتر و دسته, دسته, بلند بلندتری داشته و چه تمایز این دوتا هم در این بوده ظاهره بله خب من دیدم ساز هم تو دست را حتی میشه اجراش خیلی راحت تره و امکانات بیشتری داره چون دسته بلندتر داره و صدای متفاوتی هم داشت نسبت به اون که اود داره صدای با نفوزتری هم داشت من دیگه ساز خودم رو دیگه فراموش کردم همونجا همون لحظه؟ همون لحظه و گفتم استاد میتونم من اینو داشته باشم؟ ایشون گفتش، خب منم نمیشناخت گفتش که نه بسرم اینو من یه نمونه ساختم برای موزه مزه. و یه نمونه یه، اصلا چیزی هم نداره من گفتم که خیلی دوست داشتم اینو من داشته باشم ایشون اصخایی کرد و من وقتی که از منزلشون خارج میشدم، یه کاستی داشتم فکر میکنم کاست بربتی بود که من اون موقع... آلبوم ابتداییشون آلبوم اولین آلبوم من بود گفتم استاد اگه وقت کردید اینم گوش کنید گفت باشه، اصلا فکر نمیکردم واقعا وقت کنه و بشنوه رفتم و خب اون موقع موبایل نبود چند وقت بعدش تماس گرفتم باشون اه... گفتن که سازه تازره، بیا من که رفتم سازم رو دیدم درست شده و ایشون گفتش که در ضمن این سازم مال شماست من گفتم چی؟ برای چی استاد گفتش که برای اینکه هم شما هم من با هم دیگه توی مسیر بودیم یعنی شما در راستای احیای, احیای نوازندگی ایرانی, ایرانی بر... اجرای در... ساختمان احیای ساختمان این ساز. در یک راستا دیگه من خیلی خوشحال شدم این سازو که گرفتم باور کنید از همون روز دیگه دست به عود خودم دیگه نزدم و این سازو گرفتم و ایشون در واقع اهدا کرد به من این سازو من با خودم بردم خونه من قبل از اینکه ترک کنم گفتم اتفاقا من قرار هفته آینده با گروه دستان آقای ناظری بریم اروپا کنسرت داریم من این سازو اگه بشه با خودم میبرم گفت باشه و با اینا مال شماست دیگه هر کاری میکنیم رسیدم خونه دیدم تلفن خونه زنگ زدن و به من گفتن که آی بیروزینیان ولی من فکر میکنم شما دارید میرید اروپا کنسرت دارید با این ساز نرید یا اگرم میبرید این ساز ساز خودتونم ببرید برای اینکه اونجا ممکنه که با این ساز عادت ندارید مشکل پیش بیاد کارتون رو نتونید خوب انجام بدید من توصیه میکنم حتما ساز خودتون رو داشتید من اول گفتم چشم ولی بعد دوباره به زنگ زدم گفتم استاد نه من اتفاقا ساز خودم نمیبرم برای اینکه مجبور بشم هر جوری که شده با این, شده ساز, با این با ساز, ساز بزنم گفت دیگه هر جوری خودتون من با اون ساز رفتم اولین بار در شهر مالمو سوئد این صدای بربت ایرانی در واقع رو صحنه رفت و دوستانی هم که اونجا بودن آقای کلهور و آقای و دوستان دیگه آقای نظری بله آقای ایان اینا خیلی هم از صدای این ساز رو صحنه با همراهی سازهای دیگه خوششون اومده شو و از اونجا دیگه این تثبیت شد که ما باید با این ساز بتونیم بسیاره. کنسرت بدیم و حرکت بکنیم در انتها هم که اهدا شد به موزه لندن این ساز بعدها که من خیلی باش کنسرت دادم و هایی رو ضبط کردم و خیلی هم من دیگه وابسته شده بودم بهش آقای قنبری مرد میدونستم که دوست داره که این ساز معرفی بشه به خارج از ایران به عنوان یک سازی که حالا عود بهش میگن به عنوان عود ایرانی یا بربت ایرانی معرفی بشه به جای دیگه خب من با چند جایی که در خارج از ایران بود صحبت کردم از اونجا که این ساز ساز نوی بود و موزه ها هم چیزهایی که خیلی نو باشه که اصلا مناسبتی نداره در اونجا نگهداری بکنه حتی اگه ساز قدیمی هم باشه اونجوری نیستش که هر موزه ای شما مثلا یه ساز قدیمی برید بهشون بگید این ساز من و شما من کنم میکنم نگهداری کنید اینجا اصلا این کارو نمیکنن چون فضاش هم باید داشته باشن که این کار انجام بدن و یه چیز قابل توجهی باید براشون باشه من با از طریق دوستانی که داشتیم با موزه اه، اه، ساز در لندن تماس گرفته شد اونها هم با شور و مشورتی که خیلی هم طول کشید داشتن بالاخره ما یه پرونده درست کردیم برای این ساز که سازندش آقای استاد قنبری مهره و اینم سابقه شونه کسی که این سازو داره میزنه من هستم با این سابقه و اینم تاریخچه ساز بربت قدیم ایران هم. بالاخره اونها در یک ایمیلی خیلی سال پیش به من اطلاع دادن که در شورای ما پذیرفته شد که این ساز در این موزه نگهداری بشه خب بعدها برای من یک کنسرت رو تهیه دیدن و قرار شد که من برم اونجا یک کنسرت رو اجرا بکنم و فردای اون روز این ساز رو تحویل موزه بدم که همینم هم انجام شد من به لندن رفتم آخرین ضربه ها رو در واقع با این ساز نواختم و روز بعد این ساز رو تحویل خداحافظی کردیم بله با, با این ساز خداحافظی کردیم ولی اینجوری نبود که من اصلا با بربت خدا کنم. سازهای دیگه داشتم به اضافه اینکه آقای قمبری مهر دو یا سه ساز دیگه به من های مشابه دیگری ساختن بله به من دادن به جای اون ساز. کینگز بله. خود آقای قمبری از این حرکت خیلی خوشحال شد. آقای بیروزینی یا در سیر تکامل مودیا بربط اگه بخوایم بررسی کنیم آقای منصور نریمان در ساحت خودش کسی رو پیش از خودش نداشت که به عنوان منبع و مرجع رجوع کنه به ناچار خب از قسمت هایی از موسیقی عرب استفاده کرده بود و اگه بخوایم یک نگاهی در واقع بیاندازیم میشه گفت که در واقع سبک آقای نریمان صد درصد ایرانی نبود و ملهم از در واقع ملودی های یا و یا نقمات عرب بود خب شما یک دقدقه ای داشتید که این ساز رو به صورت ایرانی بزنید و میشه شاید به زرست قاطع گفت شما اولین نفری بودین که این ساز رو به شیوه ایرانی به عنوان بربت ایرانی معرفی کردید خب اینجا یک چالشی پیش میاد خب ما برای گفتیم ساز اود مرجع و منبعی نداشتیم و غیر از خود آقای نریمان در حالی که مثلا برای سازی مثل تار ما منبع محخز اساتید فراوان آثار فراوان و در کور سورس های فراوانی وجود داشت که خب که علاقه مندان میتونستن رجوع کنن بهش و شما خب این برای شما یک خلا ایجاد میشد شما یا باید میرفتید آثار در واقع موسیقی عرب رو گوش میکردید مثلا مونیر بشیر گوش می کردید بر فرض مثال که این با این منافات داشت با اون هدف قایی شما که شما نمیخواستید سلیقه موسیقیهایی و گوش موسیقیایی شما در واقع تاثیر بپذیر از موسیقی عرب. اینجا میخواد سوال اصلی که پیش میاد شما در اینجا در واقع به چه هایی و به چه روش هایی روی آوردید تا در واقع این ساز رو به صورت ایرانی در واقع شروع کنید به جا انداختن. خب هم که میگید درسته و خودم هم گفتم که نمیخواستم تحت تاثیر موسیقی عرب قرار بگیرم و الا خیلی برام راحت تر بود که حالا یک نوازنده قوی در ایران باشم ولی همون ملودی های عربی رو بتونم که اتفاقا یکی دو تا قطع عربی هم یادم اون موقع یاد گرفتم میزدم برای اینکه نشون بدم که میتونم بزنم. مسیر همواری بود که میتونستی میتونستم برم. ولی پیش رو هیچ چیزی نه وجود نداشت واقعا مطالبی هم که آقای نریمان باید به من یاد میداد و زحمت هم کشید خب یاد گرفته بودم اونو من میتونستم در از دو سه سال همه رو برم جلو خب تجربیتشون هم در اختیار من گذاشتن راهنمایی میکردن خیلی ولی واقعیت همین بود که البته ایشون خودشون سعیشون بر این بود که کاملا ایرانی بنوازن و دوست داشتن که اینجوری هم مطرح بشن این دقدقه رو داشتن بله اینجوری نبود که تمایلی به عربی زدن داشته باشن ولی همونطور که گفتیم موسیقی یه بخشش تاثیرپذیریه. پذیریه یعنی اگه من برم در هندوستان زندگی بکنم چهار سال پنج سال با نوازندگان هندی تمرین بکنم حتما از اونا تاثیر میگیرم یعنی... یا اون نوازنده از من ممکنه یعنی... تاثیر بگیره من یادم مثلا با گروه دستان که کنسرت داشتیم بعد از چند سال یه جاهایی رو من میدیدم این نوازندگی من خیلی نشد گرفته از مثلا کیهان کلهوره یا اگه کلهور فرض کنید یه جایی رو داره یه چیزی میزنه یا متوسم یه چیزی میزنه اون لحظه گفتم این انگار که از خود من گرفته بدونی که به متوجه بشیم رو هم دیگه تاثیر, تأثیر می‌ذاره ساز زدنمون رو هم تاثیر می‌ذاره چه برسه به یک موسیقی دیگه ای که کاملا میتونه تأثیری گذار باشه خب من پشت نمیدونستم نگاهی داشته باشم که موسیقی عرب و ترک و اینا هست روبرومم خالی بود چیزی وجود نداشت باید خودم آسنا رو بالا میزدم و ملودی هایی که ایرانی باشه بتونم تکنیک های ایرانی رو رو این ساز پیاده بکنم و واقعا هیچی وجود نداشت خب شروع کردم یادمه که اولین آلبومی که میخواستم منتشر بکنم که قبل از اونم هیچ آلبومی وجود نداشت روی ساز بود یا بربد از چند جنبه این آلبوم رو نگاه کردم یکی از نظر تکنیکی که مثلا قطعه بندباد رو که وزیری زد وزیری. اون رو به تنظیم کردم برای این ساز اون زمان اجراش کردم که مال مثلا سی و چند سال پیش هست که اصلا کسی تصورش هم نمیکرد که با اود بشه قطعه بند اجرا کن. یا چهار مزرای ماهور و درویش خان رو باز به سبک اود نوازی در واقع تنظیم کردم و اجرا کردم از ردیف نوازی توش استفاده کردم خب میدونید من فکر میکنم که خود موسیقی ایرانی اینقدر وسیع و پربار هست که اگه ما بهش بپردازیم اصلا دیگه جایی برای موسیقی عرب نمیمونه که یکی نفر بخواد اضافه تر از اون هم بره مثلا موسیقی عرب هم پیدا بکنه وقتی که وارد موسیقی ایرانی شدم بیشتر چشمم باز شد به این دنیای وسیع موسیقی ایرانی دیدم حالا حالا ها اصلا مطلب هست که من به کار وجود داره بله شروع کردم کار کردن روش حالا با توانایی که خودم داشتم و البته مشغله کار گروهی هم داشتم تدریس هم داشتم، همه اینا ولی باید در این حال یک مسیر رو هم باز میکردم که نه بود عرف ها باشه، نه تار ایرانی باشه تار ایران. و این وسط اون راه رو پیدا کردن کار ساده ای نبود اه. که من فکر میکنم که حالا تا اونجایی که خودم نگاه میکنم تو این تونستم موفق و همجبه. به نظر میرسه که شما از چند جنبه و ظرفیت های موسیقی ایرانی استفاده کردید بر فرض مثال از نه تنها از ردیف موسیقی ایرانی شما از موسیقی نواهی هم استفاده کردید برای مثال در آلبوم کوهستان که اگر اشتباه نکنم با آقای بیژن کامکار و آقای کامبیز گنجی اجرا شد بله. و در واقع نسل های بعدی وقتی این آلبوم رو شنیدن دیگه به یاد در واقع ملودی و اود عربی نمی افتادن اودی بله. رو میشه که با اون ملودی های در واقع ایرانی اجرا میشه بله. و یا در آلبومی دیگر به نام یادستان شما سراغ موسیقی کلاسیک ایرانی مثلا قطعات استاد بنان رفتید قطعاتی که خاطر انگیز و نوستالژیک بود و اونها رو به صورت بیکلام بله. بی و سازیک اجرا کردید بله همین مشکل وجود داشت که هر وقت من این صدای ساز رو در می هر جایی که بود همین الانش هم شاید هنوز هست خب مردم این ساز رو با ملودی های عربی شناسایی می کردن علتش هم این بود که بیشتر این ساز در روزهایی که ازاداری بود در تل تلویزیون ایران پخش می و بیشتر هم از نوازندگان عرب پخش می شد این ساز خب به تب صدا این ساد رو با ملودی عرب شناسایی میکردن ایرانی هم. من فکر کردم که خب بعد از اولین آلبوم هم که بربت بود سعی میکردم اونجا البته من اونجا در آلبوم بربت با اود میزدم و بهش میگفتیم بربت این هنوز اونجایی نبود که من آقای قنبری مهر رو هنوز دیدار انجام نشده باشم بله قبل از اون بود حتی بله بعدش که اومدم کوهستان زدم کوهستان رو با دوباره با بود اجرا کردم با همون اودی که الان در موزه هست اونجا در واقع من فکر کردم که یه کاری انجام بدم که برای نسلهای بعد ده سال بعد 20 سال بعد صدای این ساز وقتی شنیده میشه به یاد ملودی های ایرانی بیفتم که اتفاقا اون آلبوم کوهستان رو اومدم از مناطق مختلف ایران از موسیقی کردی خراسان مازندران فارس استفاده کردم یک مجموعه رو تنظیم کردم و با دو یک و سه ساز اج... تنظیم کردم که همرم خودم اجرا کردم این آلبوم که منتشر شد خیلی استقبال باستاب خوبی, باست. خوبی داشت استقبال شد ازش و الان هم خیلی از هایی که به سراغ این ساز اومدن و یاد گرفتن و هنوزم دارن میان دنبال این ساز خودشون اظهار میکنن که با شنیدن آلبوم کوهستان علاقه من شدیم به این ساز خیلی جالب و آلبومی بود که شما هم در مثلا در یک مینی میشستید میدونید که گذاشتن دارن میشنوند در یک رستوران میشنیدن در یک گالری نقاشی اگه وجود داشت میشنیدن مردم خاص هم دوست داشتن گوش میکردن با این وجود که موسیقی کاملا سازی بود یعنی خواننده ای نداشتی خب خوشبختانه اون کار اثر خودشو گذاشت و بعد از اون هم, هم که گفتید آلبوم یادستان رو دوباره با همکاری هم دوستان های کامکار و کامبیز گنجه ای بیشنان کامکار و کامبیز گنجه ای دوباره همین سه نفر آلبوم یادستان رو ضبط کردیم یادستان هم کلمی بود که خود من در واقع به هم رسید چون همچین کلمی وجود نداشت آلبوم بود که در واقع مردم وقتی میشنیدن خاطره ای داشتن یک یادآوری بود از یک چیزی بله محل خاطرات بود برای همین اسم گفتیم یادستان خب اون آلبوم هم منتشر شد ولی آلبوم یادستان رو دیگه من با بربت اجرا کردم دیگه, با, دیگه بربت. با, بربت با بربت اجرا شد بله و آلبوم های دیگه که بعد از اون به صورت دو نوازی اومد بیرون به نام در ایران به نام وجد اومد بیرون که دیگه من مهاجرت کرده بودم به کانادا و آلبوم های دیگه از سنگ تا الماس در سرای تنهایی و آلبوم های دیگه استاد میخوام کمی جسارت کنم و وارد یک مناقشه بشم که البته این طرف مناقشه من نیستم سخنا نیست که خب آدم در جامعه موسیقی جست گریخته میشنوه مثلا صحبتی میشه که در نحوه مزراب زدن و یا استفاده از ریز در بود ایرانی تفکر تار ستار وارد شده و یا در نحوه استفاده از دست راست الهام گرفته شده از سازهای دیگر خب این یک بحث میدونم بسیار گسترده است و در قالب چند دقیقه حسین بهروزینی هایی که در ساحت نوازنده و آهنگساز نشسته خب طبیعتا نمیتونه اینو توضیح بده فقط میخوام یک توضیح مختصری در این مورد به در واقع من فقط اینو دقدقه رو مطرح کردم تا به یک سوال اساسی تر برسم خب ما اود از لحاظ ساختار آکوستیکی خب بسیار متفاوته از تار و ستار و خب به طب این تفاوت هم باعث میشه که تکنیک های خاص خودشو داشته باشه خب عرب ها و ترک ها تکنیک های پخته تری داشتند خب دلیلش هم خیلی واضح بود عقبه ای که داشتند پیشینه ای که در این ساز پرداخته بودند استادانی که نسل به نسل این ساز رو زدن ضبط کردن شنیدن ولی خب در عود ایرانی ما چنین چیزی رو نداشتیم ماند. تمام اینها رو گفتم به این سوال برسم مشخصه هایی که در روش اجرای بربت ایرانی وجود داره که بربت ایرانی رو متمایز میکنه با روش اجرای اود عربی چه ها هستند ببینید همونطور که گفتم من همون دوره که اود هم می زدم که حالا می گفتیم بهش بربت حتی اگه من الان اود رو دستم بگیرم و اجرا بکنم اینجوری نیست که چون الان اود دستمه بخوام شیوه عربی اجرا بکنم با اود هم من ایرانی می نواختم بزنب. پس خود ساز که حالا یا اود یا بربت اون خیلی مهم نیست شیوه اجرایی هست حتی شیوه عرب ها عرب عراقی ممکنه با عرب مصری تفاوت, تفاوت داشت. داشته باشه نوازنده ترکیه با نوازنده مصر متفاوت اجراشون حتی سازا اینها جنس صداشون متفاوته اندازه سازاشون شما میبینید که اندازه ساز ترکیه ای قالبی که دارن اوده ولی کوچکتر از اودیس که مصری ها استفاده میکنن خب پس میبینیم که حتی در کشورهای عربی ترکیه و کشورهای آفریقایی که از اود استفاده میکنن هم به لحاظ ساختمان ساز هم رنگ صدای ساز اینا با هم متفاوتن از طرف دیگه حتی نوازندگان با تکنیک های مختلف و شیوه های مختلف این ساز رو اجرا میکنه حتی در نوع روش گرفتن ساز بعضی نوازنده ها از بالا مدراب میگیرن میزنن و خیلی نوازنده های قوی هم هستن بعضی نوازنده ها از پایین مذراب میزنن که اون هم یه شیوه دیگه است بعد نحوه نوع مدراب زدن یعنی منظورم که چه طریقی مز، مزراب بزد برای آهنگایی که میسازن یا نوع مزراب گذاری های چپ و راست همون راست و چپ رو منظورم بیشتر هست و طریقی که اجرای ملودی دارن اینا با هم متفاوته خب ما در ایران هم توی که همینطور که گفتیم یک راه تازه جوانی شروع شده اول راه میخواد به مسیر ادامه بده من باید یک راهی رو پیدا میکردم که هم راه درست ایرانی باشه هم خیلی هم عقب نباشه عقب از تکنیک عرب ها او. کار سختی بود کار ساده نیست اینکه ریز در بود استفاده میشه خب مگر ما در های دیگه مثلا فرض کنید که تار داره ریز میزنه مگه سنتور ریز, ن... ریز نمیزنه یا مثلا ستار اون مگه ریز نمیزنه مگه عرف ها خودشون ریز نمیزنن خب ریز چیزیست که همیشه استفاده میشه بعضی اگه... ها میگن عرب ها به ریز میگن ترموله ولی خب در واقع در اجرا همون ریزه در واقع تروم... ترموله همه دنیا بهش میگن بله نه میگم مثلا این توجیه میارم ولی خب در عمل آن چیزی که ما میشنویم همون ریزه بله ریز ما بهش میگیم ریز ولی همه جای دنیا بهش میگن ترموله بله و یک ساز کششی مثل ویالون اون نوت رو باید بکشه تا یک نوت کشیده نشون بده کمانچمون همینطور ساز بادی باید فوت کنه تا اون طول اون نوت رو نشون بده ساز های مزرابی باید با ریز اون طول رو, رو کشش رو نشون, نشون بده که حال ترومولو بهش میگن ترومولو بهش میگن خب اینکه اصلا چیز خاصی نیست که کسی بخواد استفاده بکنه یا نکنه در این حال دو تا روش انگوشگذاری داریم در مورد اختلاف اینجاست که یک سری نوازنده که حالا پرانتز باز کنم اینها ونی وچه تمایز بین عود ایرانی و عربیه این چیزی که میخوام انگوشگذاری ها انگوش انگوش گذاری دست چپ چون این دست که میتونه هر فرمی داشته باشه تو گفتم بالا یا پایین حالا شیوه خود منم مثل خیلی از نوازنده ها حتی در دنیای عرب از پایین مزراب میزنم ولی دست چپ بعضی ها هستن که حالت گیتاری میگیرن یعنی باز هست این اگه دست ساز هست به این صورت گیتاری انگوش گذاری میکنه بعضی ها اینجوری انگوش گذاری میکنن که شیوه من هم همینطوره یعنی اگه دست هست اینجوری میخواب مثل تار و ستار و 45 درجه بله اینجوری خوابیده حالا این یه بچه مشترکی است بین سازهای در واقع دیگه ایرانی باز اوده ایرانی یا بربت ایرانی که توجیه خود من این هست که همونطور که تار ما شیوه این فرمی رو میگیره فقط هم تار نیست سه تار میگیریم تنبور میگیریم هیچ وقت نوازنده تنبور شما نمیبینید که اینجوری مثل گیتار عمود بردسته. عمود بردسته باشه یا گرد باشه همه به همین صورت هستن نوازنده کمانچه هم همینطوره حتی اینجوری گرد نمیگیرن چون بیالونسال میبینید که این فرمیه ولی نوازنده کمانچه ما اینجوری گرفته خب همه سازه ما به این صورت گرفته میشه و بود هم میتونه یکی از چون پیرو موسیقی ایرانی هست از همون شیوه استفاده بکنه قرار نیستش که چون عرب ها این ساز رو گرفتن و به یه تکنیک بالایی رسوندن الان اشتباهی که جوان ترام میکنه البته شاید از نظر اونها درسته ما نمیگیم که هیچ رای غلطه ولی فکر میکنم چون عرب ها خیلی تکنیکشون بالاست پس ما هم اون شیوه که عربها ها میزنن اگه بریم ادامه بدیم حتما به نتیجه مطلوب میرسیم در این حال اینکه این, این شیوه اینجوری بگیریم یا گرد اون هم خیلی تاثیرگذار گذار نیست اینکه انگشت انگوشت عرب ها بعد از نوتی که رو سیم دستباز ما اجرا میکنیم نوت اصلیشون رو که بعد از اون مثلا اگه دو زدیم نوت بعدی که ره هست عرب انگشت دو اکثرا اونا هم داریم که انگوشت یک اجرا بکنن ولی اکثرا انگشت دو رو قرار میدن چون انگشت یک برای فاصله های نیم پرده بیشتر استفاده بله بله. و چون خیلی استفاده میکنن از این شیوه انگوشت گذاری استفاده میکنن در صورتی که ما در تار بعد از نوت دو دست باز که میزنن انگشت یک جایگاه آها. داره درست در تنبورمون همینه در ستارمون همینه در چگورمون چوب... همینه. همینه در همه سازهای مدرامون انگشت یک رو مبدع قرار میدیم برای نوت بعدی دست باز حتی نوازنده کمانچه همه. شما نگاه کنید نوازنده کمانچه بعد از دست بازی که میزنه هیچ وقت انگشت دوشو نمیذاره برای نوت بعدی که ره باشه یا نوت اصلیش بخواد بزنه و اینو خالی نگه داره که برای یه جایی که میخوایم اینو استفاده کنیم به عنوان نیم پرده معمولا انگشت یک رو استفاده میکنیم به خاطر اینکه ملودی هایی که در موسیقی ایرانی وجود داره این رو طلب میکنه که بعدش که میرسی به یک گوشه های دیگه ای انگشت یک دو سه چهار رو نیاز داریم در صورتی که اگر این به جای یک دور قرار داده باشیم یه انگوش اونجا کم میاد کم میاد کاملا درست کم میاد ولی اونها برای ملودی های خودشون عرب ها کاملا هم درست دار. از این شیبه باید استفاده کن شاید مثلا یک نوازنده عرب الان ببینه من اونو برای یک استفاده میکنم اون به من بگه غلطه چون موسیقی ما هنوز خودشو نشون نده در دید نوازنده عرب میگن نه این چرا انگوش داره میزنه البته اونها هم همونطور که گفتم شاید 20 درصد از همین روشی که ما استفاده می‌کنه، اگه نیاز باشه استفاده میکنه ولی موسیقی ما دستگاه ما جوری م... تعیین شده که انگوشگذاری یک دو سه رو در ابتدا میخواد حالا یه جاهایی هم هست که ما از انگوشگذاری گذاری مجبوریم تبعیت کنیم که اون مثلا در پونزه درصد نهایتا بیست درصد خب طبیعیه بلاخره دهلن. از اون اشتراکاتی گذاری. در سازهای ملل وجود داره نمیشه که ما کلا منفک کنیم بگیم چون الان شیوه ای ایرانی ما اصلا قبول نداریم هیچ چیز موسیقی عرب و, و این کاملا طبیعیه مانم. من مانم. یک نکته ای رم آیه به روزنی این وسط بگم <تصفح> که حالا شاید بعضی یا حمله بر تملق بذارم ولی من قصدم این نیست در این سیر تکاملی که شما شروع کردید بر محوریت در واقع بربت ایرانی واقعا شما تک و تنها بودین یعنی در کشور دیگری اگر شما روی یک ساز ملی میهنی این پروژه رو آغاز میکردین نهادهای دولتی، نهادهای فرهنگی و بسیاری از ارگانهاشون نه تنها حمایت معنوی میکردن حتی حمایتهای مالی خیلی عظیم و کرسها و فرصتهای در واقع تحقیق قرار میدادن در اختیار شما که شما از طریق تشکیل یک تیم از طریق تشکیل یک در واقع به صورت آکادمیک این راه ادامه بدید خب اگر بخوام سراحتم بگم متاسفانه در کشور ما پرداخته نمیشه به موضوع این موضوعات و به نوعی شما تک و تنها در این مسیر به این راه ادامه دادید بله. و این یک واقعیت است داره که یک نفر که در این مسیر سالها حرکت کرده اومده جلو الان میبینیم که در بعضی هنرستان موسیقی و جایی که حتی آکادمیک هستن دولتی هستن این ساز داره تدریس میشه من میدونم و شنیدم و خودم هم دیدم که معلمینی که دارن تدریس میکنن در این جاهای آموزشی در واقع آکادمیک اونها حتی اجازه نمیدن که هنرجوهاشون آثار منو یاد بگیرن یعنی هنوز خود معلم چون تو این مسیر نتونسته قرار بگیره و موسیقی عربی رو یاد گرفته حتی من اینجا شاید جای خوبی باشه که بگم چند سال پیش که به ایران اومدم دعوت شدم به جشنواره موسیقی جوان به عنوان عضو هیئت داورم وقتی رفتم اونجا دیدم که خب دوستان ما که اونجا همکارای ما اونجا حضور دارن باید تعیین میکردن که داوطلبین چه چیزهایی رو باید اجرا بکنه جز موارد در واقع مواد امتحانی بود خب من که وارد شدم وسط های کار بود که اینا تعیین کرده بودن که چه چیزهایی بزنن حالا در نوبت بعدی باید به رقابت میپرداختم و اجرا میکردم من دیدم که از خیلی آهنگ هایی که واقعا سطح پایین تر داره خواستن که دوستان که داوطلب هستن اجرا بکنه حتی قطعاتی که مال تار هست فلان کسک ساخته و فلان کسک تنظیم کرده رو گفتن که شما اینا رو بزنید ولی یک دونه از این آهنگایی که من تو این چند سال برای این ساز نوشتم حتی نوتش هست بعضیش اگه نوتش نبود حالا اشکالی نداشت ولی بعضی اینا که اصلا نوتش هم وجود داره یعنی قطعی که از لحاظ ماهیت تخصصا برای اود نوشته شده در این لیست نبود در این لیست نیست خب سال اول من گفتم که خب الان شده منم زیاد چیزی نگفتم سال بعد گفتم که به دوستانی که بودن که اینا هم خیلی نوازندگان خوبی هستن و مطرح گفتم که خب این قطعی که نوشته شده رو شما چرا نخواستید بزنن؟ یا خودتون اگه قطعاتی نوشتید خب اونا رو بخواید بزنن خب این که مال تار ستاره که همه یه قطعه برای اود بیارید تاره. مثلا یه قطعاتی هم از آقای نریمان هم انتخاب شده بود که واقعا دیگه انقدر این زدن این قطعات رو بالاخره اگه قراره که پیشرفتی حاصل بشه و هر قطعات هر دوره قطعات سختتر و بهتر به چالش بکشه ب... نوازنده بله همینطوره ولی میبینیم که مثلا قطعی رو خواستن که از آقای نریمان که احترامشون هم واجب بود باید هم میبود اجرا بکنن که حالا سی سال چهل سال داره اون قطعه رو دوره منم مثلا در امتحانم میزدم الان بعد از سی سال از یه اون اجرا دیگه میخوان که اونم در مرحله بالای نوازندگی مهمونه بزنه خب دور دوم من توضیح دادم ولی دیدم که بازم تأثیر گذار نبود و دور سوم تأکید بیشتری داشتم که خب چون منم اونجا به عنوان یک رای حضور داشتم تأکید بیشتری داشتم که از قطعاتی که برای این ساز نوشته شده و بعد اجرا بشه و ازشون سوال کردم که شما الان چند دور است که این موسیقی جوان داره برگزار میشه. حالا دو سه سال پیش اون موقع به من گفتن 9 ساله. یا 12 است. 12 ساله که داره برگزار میشه. گفتم شما چند ساله هستید تو این عضو شورا؟ گفتن که ما 9 ساله. گفتم خب تو 12 سالی که گفتی سه سالش چی؟ 9 ساله که شما هستید در اینجا. توی این 9 سال آیه یک تونه فقط یک قطعه. از این کتابی که من چاپ کردم من برای که این کتاب رو چاپ کردم من که خودم زدم این قطعاتو حتی یک قطعه شما نخواستی از این اصلا این, این کتاب ده قطعه برتر کتاب... ده, ده قطعه برای بربت برای بربت اینو اجراش هم ساده نیست واقعا بله قطعه خیلی قطعه کتاب سختی اجراش برای نوشتم برای دوره عالی بله که کسی که بتونه این قطعات اجرا بکنه واقعا نوازنده خوبی هستش گفتم شما نه سال دارید اینجا هستید حتی یک سال یه دونه قطعش انتخاب نکردید یکی از دوستان جواب داد که بله شما درست میفهمید حق با شماست گفتم ولی از آقای نریمان که به حق هم باید بشه مثلا قطعات خیلی ساده رو در اینجا خواستید که اجرا بکنه گفتن که بله خب آقای نریمان رو به خاطر اینکه میخواستیم در هم اینا که شرکت میکنن بگیم که آقای نریمهانی هم وجود داشته و یکی از قطعاتش اجرا کنیم گفتم خیلی هم خوب ولی حتما بهروز نیا باید نباشه که از هنوزی ها بخواید که یه قطعی از بهروز نیا بزنید چرا تا وقتی هستیم این کتابم نوشته شده دو تا روز... زحمت کشیده شده زحمت برای, کشیده برای, برای, برای این موسیقی این کشور بوده نه تنها در اونجا نخواستن یعنی راه بدن که اون از بخوان بیان اینا رو یاد بگیرن در هنرستان موسیقی هم همینطوره در دانشگاه هایی که در شهرهای مختلف ما الان داره تدریس میشه به غلط به غلط واقعا من دیدم الان هنرجویانی من دارم که از شهرهای مختلف از از رشت از مشهد از شیراز خیلی هنرجو الان پیش من هستن که معلمینی دارن تدریس میکنن که به اشتباه واقعا حتی یک سری نوازنده ما قبلا داشتیم که تار میزدن اوت هم درس میدادن ولی آسیبی باز که باز وجود باز, دارن. باز, باز که بالاخره یه چیزی دارن درس میدن من من میخوام که همه هنرجوها قرار نیست که بیام پیش من کلاس بگیرم من الان چند نفر اتفاقا معرفی کردم و هنرجوها من خودشون دارن تدریس میکنن چند نفری هم هستن که حالا که منو دارن تدریس میکنن ولی بعضی واقعاً واقعا به غلط حتی در اصول دست گرفتن ساز دارن تدریس میکنن متاسفانه در این شهرهایی که گفتم که و این روش غلط متاسفانه دومینووار ادامه پیدا میکنه و جای تاسف داره که اینها ام... نمیان حتی استاداشون البته خیلی هاشون هستن میان سوال میکنن یاد میگیرن ولی خیلی هستن که نه تنها بلد نیستن نمیخوانم یاد بگیرم باره. و همون جایی که هستنم میخوان به قول شما همجوری پخش بشه اون روشی که دارم ایضا میکنه و میره جلو خب ما نمیخوام بیش از این وقت شما رو بگیرم من دو سوال باقی مانده که میخوام در واقع, در واقع یک سوال و یک در واقع گذر در حال حاضری که قرار دادیم تعداد نوازندگان اود یا بربت از لحاظ در واقع کمیت و تعداد به تبر افسایش پیدا کردن ولی خب آن چیزی که ما در مارکت موسیقی در میدیای موسیقی میشنویم اکثر نوازندگان کارشون رنگ و بوی بربت ایرانی رو نمیده و خب به تب خودش یک دقدقه است یک مسئله ای هم که حالا به وجود اومده اینه که برخی از نوازندگان این ساز رو انتخاب میکنن و با این ساز اقدام میکنن به اجرای قطعات یا سبک گیتار فلامینکو حالا من خودم به شخصه صاحب نظر نیستم و خودمو در این جایگاه نمیدونم که نظر یا تایید یا رد بکنم ولی خب یک چیز واضحه در واقع هر سازی یک ساختاری داره و ماهیتی داره و مهمتر از اون تشخصی داره و بر اساس اون تشخص باید قطعات اجرا بشه خواستم ببینم از منظر شما آیا این دموکرات رفتار کنیم یعنی این آزادی عمل رو بدیم بله نوازنده ای انتخاب کرده قطعات فلامیکا بزنه و یا نزنه و یا این منجر میتونه به آسیب بشه از نظر شما خب این فقط مال ساز تار نیست شما ساز اود و بربت نیست بس ساز تار هم میبینیم که این اتفاق افتاده همطور که میگید که دموکرات برخورد کنیم رو ساز سنتور تار و شاید رو کمانچه و یک طریقی به ما رب داشته باشه به ساز اود و بربت هم این سرایت کرده جوان ها متاسفانه دنبال یک راه جدیدی هستند یک بازار جدیدی رو پیدا بکنن اینها میان راههایی که یه خود دورتر از موسیقی ما هست رو میخوان بهش دسترسی پیدا بکنه خب من این صحبت شما رو که دوستانی اومدن میخوان ببینن که با این ساز چیکار کار میخوان بکنن فکر میکنن که باید باش موسیقی کوی اجرا بکنه اتفاقا یه جایی یه مصاحبه ای من گفتم یک دوستی جوانی اه دیدم که مطلبی رو گفته که اولا که یک موردی که تو موسیقی ما وجود داره احترام و ادب به پیشینیان بله هر تو هر زمینه کسی که خوشنویسی میکنه حتی اگه بهتر از استاد بنویسه همیشه احترام استادو داره ولی یه چیزی که الان صدمی بیشتری داره میزنه اتفاقا همین مورده یعنی کسی که جوان هست درست ما میگیم جوانه و حالا جویه های نامه و حرکت بهتری داری انجام میده من خودم یه زمانی همینطوری که گفتم جوانی بودم که اومدم تو را داشتم خیلی خوب حرکت میکردم ولی احترام رو به گذشتگانم داشتم تا همین الان هم دارم دیدم این جوان صحبتی کرده بود که کسانی که استاد هستن ایراد میگیرن کسانی که دارن موسیقی فلان میکن میزنن اتفاقا ببینید اینا اشتباه میکنن من یه جایی مثلا فلان دستگاه رو زدم و در این بخشش این گوشه رو زدم در اون بخشش این گوشه رو زدم که نمونم گذاشته بود که من نگاه کردم میدم مثلا هیچ ربطی به اون دستگاه نداره اون چیزهایی که در واقع ایشون مد نظرش بود و اعلام کرده بود که قدیمی ها حالا منظورش به من اینها از پوزیسیون یک بیشتر بلد نیستند برن یعنی از ریگستر های میانی و بالایی استفاده آره نمی یعنی از این جایی که اولین انگوش گذاری هست دیگه حرکت ندارن همون جا در واقع الان بعد بهشون گفت که اولا ادب و کسب تجربه از بزرگترها یک رایی است که ما به هنرجوام یاد میدیم حالا ایشون شاید خیلی کلاس نرفتهن که تو همین کلاس ها در واقع اینها باید آموزش داده بشه که از تجربیات دیگران و حرفاشون باید استفاده کرد اگه استفاده نکنی بعدا خودت صدمش میخوری که این متاسفانه خیلی الان مد شده نه در ساز ما متاسفانه در, در همه سازا دوم این که شما حالا یا پوزیشن نمیدونی چیه یا کارهایی منو ندیده که حتی رو بربد که دسته بلندتری نسبت به اون داره من تا جایگاهی که اون شبکه وجود داره نموناش زیاده که کارایی که من انجام دادم اینکه که من امیدوار بودم که یه همچین افرادی که اتفاقا خیلی هم قوی هستن اتفاقا با تکنیک بالا دارن این کار رو انجام میدن ای کاش این تکنیک رو در راه موسیقی ایرانی به کار میگرفتن و میتونستن این پرچم رو این راه رو مثل, دو امدادی, که برد 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 مثل دو امدادی که به دو امدادی از دست دیگری بگیرن و ببرن جلو البته نگفته نمونن افرادی هستند که خیلی خوب تو این زمینه کار کردن <تصفح> مثل اگه بخوام اسم ببرم آقای حمید خانساری بله. که ایشون هم نوازنده خیلی قویه حالا به شیوه خودش انگوش گذاری میکنه و اجرا میکنه هم موسیقی ایرانی رو خیلی خوب داره اجرا میکنه یعنی من وقتی ایشون وقتی ساز میزنه خیلی لذت میبرم که از مسیری که حالا من یه زمانی شروع کردم به یه جایی رسیده که الان به حمید خانساری رسیده و ایشون خیلی هم داره هم نظر سیر تکامل قطع نشده قطع نشده و پیشرفت کرده چیزایی رو میزنه ایشون که هم حالت ایرانی داره البته تعهرش ایشون اینه که هم میتونه موسیقی عربی رو خوب اجرا بکنه هم موسیقی ایرانی رو و موسیقی ایرانی اجراش رو روی این ساز به درستی و خوبی داره پیاده میکنه و این باعث خوشحالیه من اتفاقا اگر کسی رو ببینم که بالاتر قرار گرفته و داره پیشرفت میکنه تو باعث خوشحالیم هست ولی کسی که در مسیر نادرست میرم تذکر میدم میشه استاد بخش پایانی من به عنوان یک رسانه بسیار بسیار کوچک وظیفه خودم میدونم رختادی رو که در سال 97 رخ داده رو اینجا باستاب بدم هرچند با تاخیر ولی وظیفه خودم میدونم در سال در 24 آذر سال 97 یک جشنواره و یا یک اجرایی تحت عنوان بربتیان توسط شما و دوستان از جمله آقای خانساری به روی صحنه رفت و یک اتفاقات نادر و خوبی در این اجراها رخ داد که یکیشو میشه دعوت از کودکان کار نام برد که شما دقدقه اجتماعی خودتون را آوردید در ساحت موسیقی مطرح کنید و نشان بدید که موسیقی فقط برای یک قشر خاص و یا بهتر بگم قشر مرفه نیست موسیقی اگر موسیقی متعلق به همه اخشاره به همه در واقع طبقات جامعه است و اینو من وظیفم بود که باستاب بدم چون متاسفانه متاسفانه به دلیل نداشتن مرجع و رسانه خوب موسیقیایی در کشور اتفاقات این چنینی در کشور ما خوب باستاب پیدا نمیکنه. من حداقل به زم خودم وظیفه خودم میدونم حتی یک نفر اگر این برنامه رو نگاه میکنن به صورت کوتاه از زبان شما این رخداد نادر و زیبایی رو که رخداد رو از زبان خودتون بشنوند بله خدایی سال 97 24 1397 بله خب من زمانی که از کانادا اومدم به ایران هم سالها بود که یه گروهی رو تشکیل دادم به نام بربتیان که تشکیل شده بود از نوازندگان اود و بربت که همه رو به عنوان خانواده بربت در واقع معرفی کردیم به نام بربتیان که از افرادی که واقعا خوب بودن در این مسیر نوازنگ نمیان خوبی بودن استفاده کردیم دعوت کردیم که حضور داشته باشن برنامه رو در تالار وحدت رو سحنه بردیم برای اولین بار نه ساز بود و بربت و چهار ساز کوبه ای اجرام به صورت بی کلام و سازیک بردیم. بی کلام. و خب متاسفانه از اونجا که ما خواننده نداشتیم شاید در اون برنامه اگه خواننده معروفی بود خیلی خیلی بیشتر از اینها این برنامه مطرح میشد و راجب صحبت میشد ولی نه تنها صحبتی نشد اسپانسری هم نداشتیم با بودجه شخصی با بودجه شخصی من باید سالن رو اجاره میکردم حالا دوستانی که حضور داشتن واقعا خیلی زحمت کشیدن تمرینات متعددی داشتیم یک برنامه رو که متفاوت بود با برنامه های دیگه رو صحنه بردیم برای اولین بار این ترکیب با این تعداد ساز اود رو صحنه رفت در ایران و دو قسمت کامل تقریبا دو ساعت برنامه رو بدون کلام ما تونستیم ارائه بکنیم و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت در اون برنامه خب هم نه اسپانسری وجود داشت همش با هزینه شخصی بود من اتفاقا دوست داشتم که کسانی بتونن به تالار وعدد را پیدا بکنن که به این راحتی شاید براشون میسر نبود تماس گرفتم با دوستانی که بودن ارتباطی داشتن از کودکان کار و افرادی که کارتون خواب بودن به قول معروف اینها رو براشون بلیت گذاشتیم فکر میکنم 150 تا بلیت به منای اختصاص داده شد و اینها با اتوبوس هایی که تعیین کرده بودن خودشون اووردن به سالن و حضور داشتن و من لذت می بردم. که از اینکه حالا کودکانی اومدن تو این سالن یا افراد کارتون خوابی بودن که شاید اصلا وقت تالار وحدت رو ندیدن به سالن های کنسرت این این پدیده دا. اینقدر عجیبیه من خودم به عنوان یک کسی که خب هن... هنرجوی موسیقی هستم و در حداقل میتونم بگم شنونده موسیقی هستم واقعا این کار در اشل ایران واقعا بالاتر از اشل ایرانه و این چقدر نشان دهنده ای اینه که یک گروه و یک انسانبر و یا یک گروه و یا به قول شما یک نوازنده ها چقدر میتونن دغدغه اجتماعی به این زیبایی داشته باشن که بیان به طبقات فرودست بپردازن و علا رقم نبود حامی مالی این همه تمهیدات بیان دیشن به قول شما تدارکات اتوبوس که فقط به اون هدف اصلی که به قول شما کودکان کار و کارتون خواب ها رو بیارن به فضایی که شاید هیچ وقت نتونن ببینن در عمرشون حالا من که یه روزی باشه که اسپانسرها کارای این چنینی رو هم بتونن حمایت بکنن و دنبال اینکه فقط سود مالی براشون داشته باشه نباشن بعضی برنامه ها هست که سود زیادی داره شما میبینید یه کنسرت های الان اجرا میشه که اونا هم خیلی عالیه نه اینکه اونا بد باشن نه خیلی عالیه من یکی دو تا شو همین اخیرا رفتم تو شفای گذشته خودم به شخصه خیلی لذت بردم از اجرای برنامه که خواننده هم داشته خب میبینید که استقبال سهزار نفره چهار نفره هر شب داره از این برنامه ها میشه خب مردم عام با موسیقی بدون کلام موسیقی سازی آشنایی زیادی ندارن بله این وظیفه یا دولت یا یقینا حمایت های مالی که اسپانسرها ها میتونن داشته باشن برای معرفی این نوع موسیقی و این نوع هنرهایی که در واقع یه جورایی نیاز به حمایت بیشتری داره. سوالی اجرای بربتیان ضبط نشد در اج... در چرا بربتیان؟ اجرای بربتیان ضبط شد و فیلمبرداری هم شد به هزینه شخصی و در آینده یعنی میشه با فرزن یک تمهیداتی منتشرش متاسفانه گرد. متاسفانه شرکت سروش این در واقع اومد فیلم کرد به نیت این که ما بتونیم بعدا اینو منتشر بکنیم به صورت DVD بیرون بیاد ولی انقدر این کار رو داشتن تا من اینو گرفتم و حالا در در واقع رسانه های دیگه من به مرور بتونم که رو منتشر کنم. بشه چون یک بر. کار واقعا بر. نادر و در نهایت اون رو هم در واقع هزینه ای که شرکت سروش اومده بود برای فیلم برداری که قرار بود که در واقع اونا اسپانسر بشن و این فیلم برداری رو انجام بدن در نهایت من فیلم ازشون گرفتم و هزینه در واقع فیلم برداری و تدوین اینا رو هم بهشون پرداخت کردیم استاد بسیار ممنونم گفتگوی من با شما به پایان رسید ولی در آخر وظیفه خودم میدونم اگر حرفی و یا نکته اگر با من چه با مخاطبان دارید در میان بگذارید من همینقدر که الان میبینیم که مردم دارن خود مردم دارن از موسیقی حمایت میکنن از کنسرت ها حمایت میکنن این واقعا جای امیدواری داره تو این روزهایی که از س... نظر اقتصادی هم خیلی فشار هست رو مردم و وقتی میبینم که تا هر کنسرتی هر شب سه چهار هزار نفر جمعیت میره احساس میکنم چقدر مردم واقعا با فرنگ خوبی داریم در خارج از ایران شاید انقدر علاقه من به موسیقیشون وجود نداشته باشه به کنسرت ها برند و استقبال بکنند اینقدر این تماشاچی رو باید دونست و از یه طرفی هم دولت و کسایی که حمایت میکنن باید هنرمندان رو بیشتر حمایت بکنن که بتونن اون فراهم, چیز بشه فراهم بشه دارم. که از نظر فرهنگی هم ارتقا پیدا بکنه این چیزی که مردم میبینن اون چیزی که خوراکی که بهشون میدید نباید در یک حد بمونه روز بعد روز بعد بعد نظر فرهنگی این ارتقا پیدا بکنه که هم هم وظیفه هنرمنداست هم کسایی که حمایت میکنن از کار فرهنگی استاد بسیار ممنونم از حضورتون باز هم تشکر میکنم علی رغم مشغله های روزانه برنامه های فشرده لطف کردین تشریف آوردین به این برنامه و صمیمانه تشکر میکنم ازتون بسیار ممنونم بزنشون. خیلی لطف کردید